با سلام مجدد میریم سراغ فصل سوم شیمی و چرخه کربن. عزیزانم، تصویر اول فصل یعنی تصویر عنوانی. اول تصویر عنوانی رو نگاه کنید. در این تصویر این وسط کره زمین رو نشون داده. من یه لحظه اینو بردارم. آها، اینجا کره زمین، این زمین ما، اینا که فلش زده هر کدام یه چرخ است. نگاه کنید، این بالا برگ‌های زرد رو نشون داده، در واقع چرخه فصل‌ها. می‌دانیم فصل‌ها چرخه دارند. اینجا تعدادی کرم رو داره نشون میده، تصویر اصلیش که اینجا نیاوردنش، تعدادی کرم روی یه ماده غذایی. به همین خاطر چرخه غذاست، چرخه غذا. اینجا چرخه زندگی گیاهان. اینور چرخه آب. چرخه جانوران. در تصویر پس داره میگه در کره زمین ما انواع چرخه ها داره اتفاق میفته. بچه ها، اینجا چرخه بقایا و فضولات. پس در کره زمین ما همه چرخه ها داره اتفاق میشه، میفته. اما در چند سال اخیر بچه ها ما این قسمت گفتگو کنید رو داریم میبینیم. نگاه کنید، به خاطر به هم خوردن تنظیمات طبیعی، مهم، به خاطر به هم خوردن تنظیمات و چرخه ها، این چرخه ها که تا حالا بر هم منطبق بودن حالا به هم خوردن. در این تصویر بچه ها میبینیم عدم توازن چرخه گیاهان و چرخه فصل ها. چرخه گیاهان و فصل‌ها الان توازنشون به هم خورده. در چرخه گیاهان سر موعد خاصی شکوفه میدن. در چرخه فصل‌ها هم سر موعد خاصی سرده، بعد هوا خوب میشه. حالا تنظیمات به هم خورده. وقتی که گیاهان تازه شکوفه دادن یهویی برف میاد. چند ساله اینو داریم میبینیم، هزاران کشاورز زحمت کش بند خداها مشکل پیدا میکنن، زندگیشون از بین میره. به همین خاطر کتاب شما تصمیم گرفته این چرخه ها رو توضیح بده تا من و شما با رعایت هایی که از دستمون برمیاد کاری کنیم این بی نظمی ها که داره بیشتر میشه لااقل بیشتر نشه، چون عاملش ماییم، عامل به هم خوردن چرخه ها. این قسمت رو علامت میزنید به نام تعریف چرخه. قسمتی رو که هایلایت کردم اون تعریف چرخه است. مجموعه ای از تغییرهاست که هیچ وقت به پایان نمیرسد و بارها و بارها تکرار میشه.
اولین چرخه، چرخه کربن. عزیزانم تمام موادی که توی طبیعتن چرخه دارن، میلیون ها چرخه، اما کتاب شما چند تا چرخه مهم رو توضیح داده، یه تعدادی از چرخه های مهم رو. اینترنتت خرابه سیاوش. عزیزانی که صدا و تصویر خوبه بله بدن. متشکرم متشکرم، مرسی مرسی. پس ببینید بی خودی دیگه توی نظم کلاس اخلال ایجاد نکنید. اغلب بچه ها خوبن، بعضی جاها اینترنت ضعیف میشه، یا اینترنتی که داری استفاده میکنی اینترنت خوبی نیست. متشکرم عزیزانم. در چرخه کربن بچه ها خوب دقت کنید، کربن سه جا ذخیره میشه، یکی در داخل هواکره، یکی در بدن جانداران، یکی در آب و خاک و سوختهای فسیلی. سه محل ذخیره شدن کربن. کربنی که توی هواکره است بچه ها کربن دی اکسید داخل هواست. کربن ذخیره شده در جانداران در واقع ساختمان بدن و غذاها. زمانی که شما نشسته میخورید پر کربنه، چربی میخورید پر کربنه. قسمت بعدی کربن ذخیره شده در آب و خاک و سوختهای فسیلی. در آب مثلا میتونه کربن دی اکسید وجود داشته باشه، در خاک میتونه کل کلسیوم کربنات ها، سنگ های آهکی، مهمترین نوع کربن خاک کلسیوم کربنات CaCO3، CaCO3. سوختای فسیلی هم که دیگه معلومه دیگه، نفت و گاز، نفت، گاز، زغال سنگ، اینا هم همه پر کربنه. حالا این چرخه ها مرتباً دارن تکرار میشن، یعنی کربن از هوا وارد بدن جانداران میشه، از بدن جانداران وارد خاک و آب میشه، دوباره میره تو هوا. به این میگیم چرخه. تصویر پایین تر یه لحظه اینو ببندم. فعلا ببند. اما فکر کنید رو نگاه کنید بچه ها، چرخه کربن رو باید کامل بتونیم توضیح بدیم. در چرخه کربن در تصویر میبینید عزیزانم، منبع اصلی کربن دی اکسید هواست. طی عمل فتوسنتز که تو فصل گیاهان گفتیم، طی عمل فتوسنتز گیاهان این کربن دی اکسید رو میگیرن، کربنش رو تبدیل میکنن به موادی مثل غذا برای خودشون و ما و اندامهای بدنشون. یعنی گیاهانن که کربن رو به صورت کربن دی اکسید مستقیم از هوا میگیرن. حالا این گیاه رو این گیاهان اولا مقداری از غذای ما رو تأمین می کنند. پس این شکلی شد، کربن دی اکسید مستقیماً طی عمل فتوسنتز وارد بدن گیاه شد. بعد گیاهان مقداری از این کربن وارد بدن جانوران و ما میشه، غذایی که می خوریم. بچه ها تمام غذایی که ما میخوریم، چه غذای جانوری گوشت که پروتئین داره، چه غذاهای گیاهی نشاسته چربی ویتامینا، همه مولکول اون غذاها از کربنه، توش کربن داره.
وارد بدن جانداران میشه. خود گیاه ممکنه بعدش بمیره. وقتی میمیره مقداری از این کربن اگر شرایط مناسب باشه میشه زغال سنگ. نگاه کنی زغال سنگ مقداریش هم که وارد خاک میشه، ترکیباتی که در واقع بچه ها باکتری ها بدن گیاه رو تجزیه میکنن، کربنش وارد خاک میشه. جانوران هم همینطور. جانوران اولا خوب دقت کنید، این فلش بالایی عمل چیه؟ تنفس. این عمل تنفسه. مقداری از اون کربن رو به صورت کربن دی اکسید میفرستن توی هوا. خود بدن جاندار بعد از مردن توسط باکتری ها بازم تجزیه میشه و میشه جزی از خاک. بعضی از جانداران هم که اگر شرایط مناسب باشه تبدیل میشن به نفت و گاز. گفته بودیم قبلا کیا؟ پلانکتون ها. حالا عزیزان این قسمت چرخه، این قسمت چرخه انسان به وجودش آورده. قبلن این نبوده. یعنی از زمانی که بشر پیشرفت کرده موفق شده زغال سنگ رو بکشه بیاره بیرون، نفت رو هم بیاره بیرون و بسوزانه و کربن دی اکسید تولید کنه. پس این قسمتی که دورش خط آبی کشیدن در گذشته نبوده، انسان به وجودش آورده و روز به روز داره بیشترش میکنه. و عزیزان این قسمت در واقع دلیل اصلی به هم خوردن چرخه های طبیعی است. دلیل اصلی به هم خورد، اگه دارید مینویسید بنویسید، این قلم وقتی حافظش پر میشه قطع میکنه. دلیل اصلی به هم خوردن چرخه های طبیعی این قسمته، یعنی کربن دی اکسید زیادی که ما تولید میکنیم. حالا جلوتر در مورد این قسمت صحبت خواهیم کرد که آقا جان او کربن دی اکسیدی که در اون منطقه ما داریم تولید میکنیم چجوری چرخه های طبیعی رو به هم زده. عزیزانی که دارن یادداشت میکنند میخوایم یکی از مهمترین اتفاقات طبیعت رو که توسط ما انسانها اتفاق افتاده بگیم. اثر گلخانه ای. خوب توجه کنن عزیزانم، کره زمین و طبیعت خودش به طور منظم یه اثری ایجاد میکنه به نام اثر گلخانه‌ای. اثر گلخانه‌ای چیه؟ خوب دقت کنید، هیچ ربطی به گلخانه ها نداره ها، اسم براش انتخاب کردن، فکر نکنید به گلخانه ربط داره، اسم براش انتخاب کردن به خاطر شباهتش به گلخانه. فرض کنیم این کره زمین ماست. عزیزان در جو زمین گازهایی وجود داره، به طور طبیعی فعلا دارم میگم، خود کره زمین یه گازهایی رو به میزان مناسب تولید میکنه میفرسته تو هوا. به این گازها میگیم گاز گلخانه ای. گازهای گلخانه ای کربن دی اکسیدن، متان، سیاه‌چار و خود بخار آب H2O. گازهای دیگه هم مثلا ما فعلا این ستا رو میگیم، به اینا میگیم گاز گلخانه ای.
خود کره زمین به مقدار مناسب گاز گلخانه‌ای تولید می‌کند. حالا این گاز چیکار می‌کنه؟ گاز گلخانه‌ای باعث میشه وقتی گرمای تابشی خورشید وارد زمین میشه، از این گرماها یه تعدادشون بازتاب بشن برن، مقداریشون نمیذاره بازتاب بشه، این گل مثل گلخانه برمیگردونه داخل. پس گازهای گلخانه‌ای باعث میشوند از گرمای تابشی خورشید مقداریش در جو زمین به دام بیفتد، در نتیجه باعث میشه دمای کره زمین در حد مناسب برای چرخه ها و زندگی قرار بگیره. عزیزانم، سیاراتی مثل مریخ یا مثلا کره ماه که این اثر رو ندارن، در طول روز خیلی داغ میشن، شب که میشه تمام گرما میره، بازتاب میشه میره، یهویی خیلی سرد میشن. گازهای گلخانه‌ای و اثر گلخانه‌ای باعث میشه دمای کره زمین مناسب بشه برای چرخه ها. اما ما انسان ها چی کار کردیم؟ به اون روش هایی که گفتیم، سوزاندن سوخت های فسیلی باعث شدیم این مواد زیاد بشن تو جو، یعنی در واقع باعث شدیم گاز گلخانه‌ای بیشتر شود. وقتی گاز گلخانه‌ای بیشتر میشه دیگه عزیزانم، اون تابش های خورشیدی که گفتیم میان و بعد میرن دیگه نمیتونن برن، به دام میفتن، دیگه اونا نمیرن و مقدار زیادی از گرما در کره زمین باقی میمانن و مصیبتی اتفاق میفته به نام گرمایش جهانی. شو اینو دیگه زیاد شنیدید توی رسانه ها، تلویزیون ها. عزیزان، الان چندین سال از زمان تقریبا پیشرفت صنعت بشر به تا حالا، روز به روز کره زمین داره داغ‌تر میشه. زمانی که دمای کره زمین بیش از حد زیاد شود، تمام چرخه ها به هم میریزن، مصیبت های فراوان اتفاق میفته که الان شاهدشیم. بعضی از مناطق که بارندگی کم داشتن یهویی سیل میاد، جاهایی که بارندگی های مناسب داشتن دیگه بارون نمیاد، میشه خشکسالی. وسط بهار برف میاد، زمستونا گرم میشه، درختا شکوفه میزنن و هزاران مصیبت دیگر که توی کتاب داریم توضیحاتشو. به این میگیم اثر گلخانه ای. خب اما مطلب بعدی، خیر، چیزی که باعث اکوی صدا بشه، یه لحظه بذارید من تنظیمات رو نگاه کنم. نه نداریم، ایراد از اینترنتتونه. خب اما عزیزان نگاه کنید، این قسمت سوخت‌های فسیلی همگی دارای کربنن، در اثر سوختن مقادیر بسیار زیادی CO2 به هوا وارد می‌کنند، یکی از نتایج افزایش بیش از اندازه افزایش دمای کره زمین، در نتیجه اولین مشکلش بچه‌ها، یک، علامت بزنید، ذوب شدن یخ‌های قطبی و ایجاد تغییرات قابل توجه در فصل‌ها. عزیزان، تصویرهای ماهواره‌ای داره نشون میده که یخ‌های قطبی به شدت دارن ذوب میشن. حالا یخ‌های قطبی که ذوب میشن چه مصیبت‌هایی به وجود میاره خودش؟ آب دریاها بالا میاد. بسیاری از شهرها، سرزمینهای ما بندری‌اند، در آینده زیر آب خواهند رفت. فکر کنید تمام تأسیسات و کارخانه های بندری زیر آب برند.
موجودات زنده به شدت دچار مشکل میشن. الان وضعیت خرس‌های قطبی اصلا خوب نیست، چون یخها همه دارن ذوب میشن. موجوداتی که در اقیانوس‌ها زندگی میکنن با اون دما سازگار شدن، وقتی یخها همه ذوب بشه اونها هم منقرض خواهند شد. مصیبتاش خیلی زیاده. آیا میدانید و نگاه کنید عزیزان، اگر تولید کربن دی اکسید همین جوری پیش بریم تا سال 2050، یعنی 1430، یک سوم همه گونه های جانوری منقرض خواهند شد. من و شما هم مقصریم. فکر نکنید فقط دولت هاست بندازیم گردن دولت. عزیزان وقتی صدات میزنن بیا شامتو بخور، لپتاپتو روشن میذاری، اتاقت هم روشنه، میری میشینی سر سفره شام، او برقی که تو اتاقتو داره مصرف میشه در واقع نیروگاه شهید مفتح داره سوخت میسوزونه، داره کربن دی اکسید میفرسته توی هوا. مقصرین. با ماشینم میرم خیابون دم سوپریه وای میسم خرید کنم، ماشین رو روشن میذارم همینجوری. ما هم که ماشاءالله درک و شعور که نداریم. ما وسط خیابون دوبله پارک کردم، انگار نمیفهمم، شعورم نمیرسه که عزیزم یه ده متر اونورتر جای خالیه، برو اونجا پارک کن. فکر میکنی باید روبروی مغازه وایسیم؟ دوبله پارک میکنم، راه رو بند میارم، ماشینم هم روشنه. عزیزانم جالبه بدونید سه ماه پیش، سه یا چهار ماه پیش، قبل از این که کرونا راه بیفته، نوجوانان همسن شماها نهضتی در سراسر دنیا راه انداختن بر علیه گرمایش جهانی. اگه شد تصویر و اینجور چیزاشو بذارم توی کانالتون، توی کانال سمپات همدان اون موقع گذاشتم. دختر 12 ساله سوئدی رفت و میدان اصلی شهر نشست اون وسط و یه پلاکارد گرفت که به مقامات دنیا که شما دارید آینده زمین که مال ماست و ما میخواییم زندگی کنیم رو نابود میکنید. یه دختر شروع کرد 12 ساله، کم کم دوستاش اومدن بهش پیوستن، یواش یواش عکس و فیلمش جهانی شد، سراسر دنیا راهپیمایی راه افتاد. آمریکا، استرالیا، اروپا، کیا؟ نوجوانا. نوجوانا گفتن آقا این زمین برای ماست. شروع کردن به راهپیمایی ها و تظاهرات. اون دختر سوئدی رو دعوت کردند در سازمان ملل برای رئیس جمهورهای 190 کشور دنیا سخنرانی کرد، گفت ما نگرانیم، ما فرزندان آینده کره زمین نگرانیم، شما سیاست هاتون غلطه. خب حالا عزیزان ما مثل اونا نیستیم؟ باشه، در حد توانمون انجام بدیم. خود من اتاقمو خاموش کنم وقتی که نور نیاز ندارم، ماشینم رو خاموش کنم. شماها از این به بعد باید سربازان این آب و هوای کره زمین باشید. بچه ها در آینده مصیبت ها سر شما میاد. ما تمام شد، ما رفتیم. شما و بچه هاتون هزاران مصیبت خواهید دید. شما میتونی بابا ماشین رو روشن گذاشته یا مثلا دوبله پارک کرده، بچه ها بگید بابا نگاه کن اونجا جای خالیه، بریم اونجا پارک کن، خاموششم کن لطفا. بهترین کسی که میتونه کنترل کنه شمایید. یه ذره به خودمون بیایم. اما طبیعت مرتباً خودش تنظیم میکنه. یعنی اگر ما یه ذره رعایت کنیم، مراقب باشیم، بی خودی مصرف نکنیم، خود طبیعت میتونه تنظیمات رو بعد از چند سال برگردونه سر جای خودش. ولی متاسفانه ماها رعایت نمی کنیم. عزیزان کشور ما
یک کشور صنعتی نیست. من حالا در مورد کشور خودمون میگم، کشوری که صنعتیه داره صنعت دنیا رو تامین میکنه، طبیعیه کربن دی اکسید زیادی تولید کنه، طبیعیه، مثل چین، مثل امریکا. کشور ما از نظر صنعت در رتبه 150 دنیاییم، اما از نظر تولید کربن دی اکسید و آلودگی ها رتبه 10 جهانیم. اینا شرم‌آوره برای ما. اما در واقع این مصیبت ها از زمانی آغاز شد که نفت خام توسط بشر مورد استفاده قرار گرفت. هزاران سال بود که بشر نفت خام رو میشناخت و استفاده میکرد، اما استفاده ها کم بود، به عنوان مثلا دارو بعضی ها استفاده میکردن، یا نفت خام رو استفاده میکردن برای ایزولاسیون ساختمان ها. الان در آثار تخت جمشید دیده شده از نفت خام و غیر طبیعی برای در واقع ضد رطوبت کردن دیوارها استفاده میشده. ولی این که نفت خام رو بیاریم جدا کنیم، تجزیه کنیم، بسوزانیم و بعد کربن دی اکسید تولید کنیم، این مال در واقع عصر حاضره، تقریبا از 100 سال پیش به این ور. یعنی در 100 سال ما پدر کره زمین رو درآوردیم. عزیزانم، خوب دقت کنید، این مهمه. 4/5 نفت مصرفی جهان صرف سوختن و تامین انرژی میشه. 4/5، در حالی که فقط 1/5 آن صرف ساختن فراورده های سودمند میشه. در حال حاضر چه مقدار از نفت صرف تولید مواد جدید می شود؟ سوال ممکنه بگن نفت صرف سوختن می شود، 4/5 و 1/5 دیگه. یعنی بچه ها از هر بشکه 200 لیتری 80%شو می سوزانیم، 20%ش صرف ساختن فراورده های سودمند. حالا دقت کنید، 10 سال پیش آقای مندلیف که دانشمند بسیار بزرگی است، اون موقع فهمیده بود که وقتی انسان نادان نفت را می سوزاند، مثل اینه که اجاق آشپزخونه رو با سوزاندن اسکناس روشن نگه می داریم. یعنی عزیزانم، نفت انقدر ارزشمنده، وقتی داریم می سوزونیمش، حالا مثلا تو بخاریمون گاز داریم می سوزونیم، گاز و نفت از هم خانواده همان دیگه، مثل اینه داریم اسکناس می سوزونیم تا خونه رو گرم کنیم. کدام احمقی این کار رو انجام میده؟ ولی ما داریم انجام میدیم. حالا میگیم آقا چاره ای نداریم، باید خونمون گرم باشه زمستون. بله، ولی درست حسابی؟ چند بار تو زمستان ها میام کلاس شما شوفاژا روشنه، چراغا روشنه، پنجره ها بازه؟ 3 سال شاگرد من بودید، دیدید وقتی وارد کلاس شما می شدم چراغ خاموش می کردم، اول زنگ تفریح ور می کردید می رفتید بیرون چراغ روشن. وضعیت خوب نیست. بگو متین چیه؟ یه لحظه صبر کن، حالا بگو. ببخشید آقا، گفته ساختن فراورده های سودمند تازه، آقا یعنی چی؟ ببن بابا، گفتم بینم میخواد چی بپرسه. خب در نمودار بعدی ببینید
نمودار مهمه. عزیزان اکتشاف نفت، حالا ببینید وضعیت مخازن و منابع نفتیمون چقدر خرابه. اکتشاف نفت رو با نمودار قرمز نشون داده، مصرف رو با نمودار آبی. خوب دقت کنید، اکتشاف هی زیاد شده زیاد شده زیاد شده، اوج اکتشاف نگاه کنید 1960 بوده. یعنی چی؟ کشف منابع جدید نفت منظور اینه. در سال 1980 مقدار اکتشاف و مصرف برابر شده، نگاه کنید. بعد از سال 80 مصرف داره هی میره بالا، اکتشاف اومده پایین. احتمالاً سال 2030 روزی است که تمام منابع نفت دیگه کشف شدن، دیگه منبعی نیست. یعنی هیچ نوع منبع نفتی جدیدی دیگه کشف نخواهد شد سال 1930. اما نگاه کنید در اون سال مصرف ما چقدر بالاست. یعنی عزیزانم 1930 زمانی است که شما همه پدر شدید، بچه هاتون میخوان زندگی کنن، روزی خواهد بود که نفت نیست. نفت نباشه چی میشه؟ یک، بنزین اتومبیل ها، تمام. دو، تمام این همه چیزی که داریم از نفت تولید میکنیم. آقا از نفت چی تولید میکنیم؟ انواع اسیدها، انواع داروها، انواع مواد شیمیایی، پلاستیک ها هم از نفتن. شما یک روز تصور کنید پلاستیک رو از زندگیمون حذف کنن، موبایلامون، کامپیوترامون، لباسامون همه از الیاف پلاستیکی است. به این خاطره که مندلیف میگفت آقا این نفت نباید سوخته بشه، نفت رو نگه داریم تبدیل کنیم، مواد ازش بسازیم. چی بسازیم؟ دارو بسازیم، مواد شیمیایی بسازیم، کودای شیمیایی بسازیم، پلاستیک های مفید بسازیم. حالا میفهمید که چرا من هی زنگ تفریح سرک میکشیدم تو هر کلاسی چراغش روشن بود خاموش میکردم. نفت ارزشمند داره توی نیروگاه شهید مفتح میسوزه. اولا کربن دی اکسید میفرسته توی هوا، گرمایش جهانی. دوما نفت مملکتمون داره از بین میره. ولی اغلب مردم بیخیال. خودتون رو مثال میزنم. در مدت 3 سالی که توی مدرسه بودی چقدر لامپ کلاستون بی خود روشن بود؟ نور پنجره عالی ولی چراغا روشن. کدومتون احساس مسئولیت میکردید که خاموشش کنید؟ مردمان خوبی نیستیم متاسفانه. جالبه شما برید مثلا آلمان، یه کشوری که سطح فرهنگ بالاست، با اینکه درآمد مالیشون عالیه، حالا من خونه کسایی که رفتم و دیدم میگم درآمد بسیار عالی، وقتی میری شبا میری فکر میکنی خونه نیستن، خاموش. بعد میبینی توی یه اتاق جدا نشستن، اون اتاق رو گرم کردن، بقیه اتاقا نه، مثل ما نیست. حال پذیرایی اتاق خواب، اون یکی اتاق خواب همه گرم باشه، اون اتاق نشیمنشون بخاریش روشنه یا شوفاژش روشنه، بقیه رو بستن، اون اتاق تلویزیون روشنه، یه دونه آباژور کوچولو هم روشنه که نور محیط رو تأمین میکنه. از بیرون که خونهش رو نگاه میکنی خاموش خاموشه. حالا کیه؟ مثلا پروفسور باخه، درآمد آنچنانی. خیلی مونده تا
سواد زیست محیطی پیدا کنیم، سواد رسانه‌ای پیدا کنیم. ما فکر میکنیم کسی که مینویسه و میخونه سواد داره. نه، ما معلم داریم که بی سواده، پزشک داریم که بی سواده. اما عزیزان دقت کنید، در سراسر جهان روزی 80,000 بشک نفت خام مصرف میشه. مصرف نفت خام در دنیا 80,000,000 بشکه، هر بشکه 159 لیتر، 160 لیتر تقریبا. 80,000,000 بشکه در روز. طبیعیه که تمام بشه، طبیعیه. وقتی اینا همه میسوزه میشه کربن دی اکسید، طبیعیه که هوا اینجوری بشه، گرمایش جهانی اتفاق بیفته. اما حالا میخوایم بریم بعد از این بحث ها که اصلی ترین بحث درسمونه، چون شما باید دیدگاهتون رو عوض کنید، نگرشتون رو باید عوض کنید، باید طوری بشید که انشالله در سال آینده که مدرسه میاید دیگه لامپ اتاقاتون، کلاساتون، خونتون روشن نمونه بی خودی. اگر این نگرش و فرزندان ما پیدا کنن، امید میتونیم داشته باشیم که زندگی آینده هم خوب باشد. وگرنه شما و فرزندان و نوهاتون مصیبت‌های بسیار عظیمی تحمل خواهید کرد، مصیبت‌هایی که اصلاً کرونا به گردش نمیرسه. کرونا خوب خوبشه. ترکیب های نفت خام، بچه ها، نفت خام مخلوطی از صدها ترکیب به نام هیدروکربن است. اینو علامت میزنی؟ نفت چیست؟ نفت خام. مخلوطی از صدها ترکیب به نام هیدروکربن. حالا هیدروکربن چیه؟ اسمش با خودشه دیگه. هیدروکربن چیست؟ عزیزان گفتیم نفت خام ترکیبی مخلوطی از چند هیدروکربنه. وقتی از زمین میاریمش بیرون یه مقدار ناخالصی هم داره. اینم علامت میزنید، ناخالصی های نفت. نفت خام البته. نمونه های از هیدروکربن ها رو میبینیم، خوب دقت کنید. متان 34، بوتان 34-18، اکتان 38-18، ایکوزان 32. این جدول این قسمتش مهمه، باید حفظ باشید. یه لحظه من نگاه کنم ببینم اوضاع چطوره. بسیار خوب. اما نکته بعدی که میخوام توضیح بدم،
قسمتی از شیمی که به بررسی این خانواده هیدروکربن نفت اینا میپردازه بهش میگیم شیمی عالی. بچه ها همزمان یادداشت برداری کنید، شیمی عالی که با آ نوشته میشه، اینو ببندم، ترکیبات عالی به موادی میگیم، اینو تو هفتم هم گفته داشتین شما، موادی که فقط توسط محیط زنده تولید میشه، به این مواد میگیم عالی. مثلا بچه ها شما میگیم تو زیست هفتمتون داشتید اگه یادتون باشه، پروتئین ها، هیدروکربن ها، چربی ها، ویتامین ها، همه مواد عالی اند. در محیط غیر زنده پیداش نمی کنید. اگرم شما توی طبیعت بیجان بری روی یه سنگ مثلا آمینو اسید پیدا کنی، حتما یه موجود زنده اونو تولید کرده بوده قبلا. به اینا میگیم مواد عالی. عالی قسمتی از علم شیمی که به این مواد میپردازه بهش میگیم شیمی عالی. اما بچه ها به شیمی عالی شیمی هیدروکربن هم میگن، چون تمام مواد عالی هیدروژن و کربن دارن. به شیمی عالی شیمی کربن هم میگن، شیمی کربن انقدر مهمه عزیزان، چون اسکلت اصلی مولکول های عالی، یعنی مولکول هایی که توسط موجودات زنده ساخته میشه، از کربن است. یه زنجیره کربنی، اتمای کربن با پیوند کوولانسی به هم چسبیدن، اتمای دیگه روش سوارن. حالا اگر فقط هیدروژن باشه میشه هیدروکربن، یه وقت ممکنه مثلا اکسیژن هم بهش چسبیده باشه، ممکنه نیتروژن هم چسبیده باشه دیگه، حالا پروتئین، چربی، ویتامین، اما اسکلت اصلی کربن است و همین خاطر میگیم شیمی کربن. حالا میخوایم در مورد هیدروکربن ها صحبت کنیم. هیدروکربن ها در اولین دسته بندی میشن دو دسته، هیدروکربن های سیر شده و هیدروکربن های سیر نشده. عزیزانم ویدیوهایی که از کلاس های دیگرم هم ضبط میکنم، مثل الان که دارم ویدیوی کلاس شما رو هم ضبط میکنم، این ویدیوها رو از طریق کانالامون FTP نمیدونم آپارات، من خیلی هاشون رو در اختیارتون میذارم. حالا قرار نیست جلسات آنلاینمون هم بذاریم، این مثل کلاس میمونه، تو کلاس که فیلم ضبط نمی کنیم، ولی تا جایی که امکانش باشه میذاریم. هر چی میذارم تو گروه از دستتون در نره ها، همه رو باید دیده باشید تا حالا. کسانی که ندیدن برگردید عقب، برگردید به یکی دو ماه پیش توی گروه، دونه دونه بگردید پیدا کنید. هیدروکربن های سیر شده و سیر نشده. سیر شده ها بچه ها شما با در واقع به هیدروکربن هایی میگیم که بین اتم های کربن پیوند
یگانه کووالانسی وجود داشته باشه، پیوند یگانه کووالانسی، یعنی مثلا این شکلی باشه. اینا نگاه کنید، بین کربن ها دقت کنید، بین کربن ها باید پیوند یگانه باشه. بهترین و مهمترین گروهشون خانواده‌ای هستند که بهشون میگیم آلکان ها، که در موردشون صحبت خواهیم کرد. عزیزان تمام این هیدروکربن ها که داریم مثال میزنیم از کجا میاد؟ بیشتر از نفت. یعنی تمام اینایی که میخواییم مثال بزنیم قاطیان با هم توی نفت. به این خاطر اومدیم سراغ هیدروکربن ها. سیر نشده ها برعکس اونه. یعنی چی؟ بین اتم های کربن پیوند دو یا سگانه، مثلا این شکلیه. نگاه کنی، حتی یه دونه دوگانه داشته باشه دیگه میره تو خانواده سیر نشده ها. اینا یه دونه سگانه داشته باشه میره تو خانواده سیر نشده ها. دو عضو مهم این خانواده بهشون میگیم آلکن ها، آلکن و آلکین ها. پس ما با سه دسته هیدروکربن کار داریم. اولین دسته آلکان ها هستند، بعد آلکن ها هستند، بعد آلکین ها هستند. اما آلکان ها یعنی هیدروکربن های سیر شده. اون جدول توی کتابم که گفتم باید حفظ کنید از این خانواده بودن. عزیزانم آلکان ها فرمول کلیشون CN هاش 2N و علاوه 2. CN هاش 2N و علاوه 2 یعنی چی؟ به جای N عدد بذارید. اولین عضو خانواده، اولین عضو تعداد کربن یک، یعنی یه دونه کربن داره، پس میشه سی یک. یک هم که میگیم نمی نویسیم هاش. دو یکی دو تا و دو تا چهار تا. چیه؟ متان. ساده ترین هیدروکربن، ساده ترین هیدروکربن ها متان. یه دونه اتم کربن پیوند کووالانسی با یه هیدروژن، با هیدروژن بعدی، با هیدروژن بعدی، با هیدروژن بعدی. ساختمان هرمی است، فضاییه، صفحه‌ای نیست، دو بعدی نیست. یعنی چی؟ یعنی این ساختمان نگاه کنی مثل هرم میمونه. این شکلی یه هرم رو تصور کنی، کربونه در مرکز هرم قرار گرفته، هیدروژن ها توی رأس های هرم هن. بین هیدروژن ها و کربون ها پیوند کووالانسی یگانه، یعنی او کربونه یه پیوند با این داره، یه پیوند با این داره، یه پیوند با این داره، یه پیوند با این. این متان ساده ترین ها. حالا کربونا بشه دوتا کربون، میشه سی دو هاش. بگید دو دوتا چار و دو شیش. به این میگیم اتان. بچه ها نامگذاریشون رو دقت کنید، نامگذاریشون تعداد کربون
به یونانی؟ به علاوه الف و نون. مت یعنی یک. مت تعداد کربنش یکه. مت الف و نون متان. ات یعنی دو. توی این تابلو بینویسم مت یک، ات دو، پروپ سه، بوت همزمان با من بنویسید، اینا رو نیاز دارید، چهار، پنت پنت پنج، هگز شش، هفت هفت، اوکت هشت، نون نو، دک ده. یک تا ده رو باید حفظ باشید بچه ها. از ده بالا کتابتون یه مثال زده ایکوزان. ایکوز یعنی بیست، یعنی 20 تا اتم کربن داره. ایکوز الف و نون اضافه شده، شده ایکوزان. خب برگردم به تابلوی قبل. بچه ها پس الان باید چی بنویسیم؟ سومی سه تا کربن میشه سی سه هاش. بگید دو ستا شیشتا و دوتا هشتا. پروپان بعدی میشه چی؟ بگید بوتان، پنتان، هگزان، هپتان، اکتان، نونان، دکان. اکتان رو می نویسم اکتان. اکت یعنی هشت، پس میشه سی هشت هاش. دو هشتا شونزه تا و دوتا هجده. این چیه؟ اکتان. حالا اکتان چیه بچه ها؟ متان که میدونید گاز شهری بود، البته توش اتان و پروپان و بوتان هم داره تو گاز شهری، ولی بیشترش متانه، 50% متان. اکتان چیه؟ اصل بنزین درجه یک. بنزین مرغوب درجه یک اکتانه. شاید شنیده باشید عدد اکتان، میگن بنزینی خوبه که عدد اکتانش بالاست. یعنی چی؟ بچه ها برای بنزین عدد اکتان 100 رو در نظر میگیرن. اگر بنزینی که تو باک ماشینمون میریزیم همش فقط 38 تا 18 باشه، چیز دیگری قاطیش نباشه، مثلا چی؟ 39 20 311 هاش 24، اینا توش نباشه، فقط 38 تا 18 باشه، میگن عدد اکتان بنزین 100، بهترین اکتان. استاندارد یورو 4 اروپا عدد اکتانشون 96 به بالاست. بنزین سوپرهایی که توی پالایش توی پمپ بنزینای ما استفاده میشه، حد اکثر اکتانشون یعنی دیگه او عالیاشون به 80 نمیرسه. او تازه بنزین سوپره که بهمون میدن. وضعیت بنزینامون اصلا خوب نیست. اما کشیدنشون هم باید بچه ها بلد باشید. فرض کنید همین اکتان رو به شما میگن 38 هاش 18، بلافاصله میگه آقا یعنی 8 تا اتم کربن با پیوند یگانه به هم وصلن. یکی دیگه، کربن ظرفیتش چنده بچه ها؟ کربن ظرفیتش چنده؟ یعنی چند تا پیوند برقرار میکنه؟ تایپ کنید
ظرفیت کربن چنده؟ قبلا تو درس‌های قبلی هم گفتیمش، تو پیوند کووالانسی گفتیمش. تایپ کنید. تایپ کنید، نه دست بالا بگیرید. تایپ کنید. مبارکتون باشه. یکی منفی همتون گرفتید. نه دیگه فایده نداره، گفتم تایپ کنید. چتو بستم دارم میگم تایپ کنید. میدونید یعنی چی؟ یعنی دلم خواسته بهتون منفی بدم. نه شوخی کردم عزیزانم. ظرفیت کربن رو دیگه بچه های هفتممونم میدونن. کربن 4 پیوند برقرار میکنه. خود شما رو هم میدونستید، منتها من چت رو بستم چون خیلی ها داشتن در واقع تو کلاس حواسشون پرت میشد. کربن ظرفیت 4، یعنی هر کربن 4 پیوند باید بده. پس بقیهش چی میشه الان توی اینا؟ با هیدروژن پر میشه. این فرمول بنزینه که ما میشناسیم. البته ما نمیشناسیم، چنین بنزینایی رو نداریم. مقدار کمی از بنزین ما اوکتانه. اینا دیگه حالا هیدروژن دیگه نمی نویسن. این چند تا؟ این کربن چند تا؟ 1 و 2 و 3. این اوکتان. بقیه آلکان ها رو تمرین میکنید. پس الان دارم یه تمرین بهتون میدم. تمرینتون چی هست؟ از متان تا دکان فرمول ساختمانی خطیشون رو روی یک کاغذ می نویسید. مثل این فرمولش، فرمول شیمیاییش مثل این، نامش متان اتان به پروپان و فرمول گستردهش، فرمول ساختار لوئیس بهش میگیم. عزیزان به این مدل خطی میگیم ساختار لوئیس. اگر یه وقت توی سوالا دیدید اینا رو روی یه برگ کاغذ دست نویس می نویسید. نام، نام خانوادگی، شماره لیست، مدرسه. نام، نام خانوادگی، شماره لیست، مدرسه، بالاش می نویسید. یه دونه عکس، نه هزار تا، یه دونه عکس می گیرید، تو تلگرام برای من می فرستید. تا کی؟ تا فردا شب. تا فردا شب. اما میریم سراغ مطلب بعد. گروه بعدی سیر نشده ها، گفتیم میشدن 2 خانواده. یکی از خانواده ها، بله بگو بگو، صف کن، حالا بگو. سلام. درود. ببخشید آقا اون اعداد یونانی رو یه بار دیگه میشه بزنید؟ من یکم جا موندم. خب نه علی جان، نباید جا میموندی، قربونت برم. باشه الان میزنم عزیزم. باشه من نگفتم همراه من بنویسید. مت ات پروب بود پنت هکت هفت اوکت نون دک. باید این شکلی حفظش کنید. علیرضا تمام شد؟ بله تایپ کن. چتو باز کردم. هر وقت تمام شد بله. مرسی، ممنون. بریم سراغ بعدی. عزیزانم بعدی، ببخشید احتمالاً الان صداتون اکو داره. یه لحظه، الان اکو رفت. مطلب بعد عزیزان در مورد خانواده آلکن هاست.
باهاش کار داریم تو درس بعدی، چون امروز به درس بعدی نمیرسیم. نمیخوام ماسمالی کنم، وگرنه حتی تو کلاسای عادی همکاران ما این فصل رو توی نصف جلسه درس میدن، منتها میخوایم اساسی باشه. آلکن ها بچه ها فرمول ساختمانیشون CN هاش 2N دیگه به علاوه دو نداره. آلکن ها نامگذاریشون مثل قبلی ها، اول تعداد کربن به یونانی، پس ببینید دو تعداد کربن ها رو هی نیاز دارید، به علاوه لفظ N. الان مثال میزنم، لفظ N. مثلا بچه ها فرض کنید اولا N مساوی یک نداره، در آلکن ها N مساوی یک یعنی چی؟ آلکن یک کربونه وجود ندارد. کی میدونه چرا؟ دستشو بالا بگیره بگو. مهدی بگو، بگو مهدی، سب کن من صدا رو بستم، حالا بگو. چون اگه یه دونه کربن باشه با دوتا هیدروژن ظرفیتش پر نمیشه. متشکرم، خیر. بگو متین، ارسطو بگو. ارسطو بگو. آقا چون الان اگه ما یه دونه هیدروژن بذاریم اون ظرفیتش کامل پر نمیشه، حداقل باید چهار تا داشته باشیم که ببینیم متان بشه سیاه شه. نه خیر، مرسی. دیگه کی میتونه دستشو بالا بگیره؟ بگو آرش. دیگه میشه گفت پیوند کلاسی یگانه نیستش، دلیلش اینه که دوگانه بعد بردارم. متشکرم، خوب شد، عالی شد. حسام باید دستتو بالا میگرفتی تا وقتی من نگفتم تایپ کنید، گفتم دست بالا بگیرید. آی کیوا وقتی N1 باشه برای آلکان ها، خوب دقت کنید، برای آلکان ها یه دونه میشد کربن، یه دونه هیدروژن، یه دونه هیدروژن، یه دونه، یه دونه. اون ظرفیت هایی که گفتید، اون دو نفر اول شروور گفتید. آلکن اولین شرطی که من گفتم، گفتم آلکن ها توی تابلوهای قبلی بود دیگه. اینها پیوند دو یا سه، گفتیم آلکن ها پیوند دوگانه، آلکین ها پیوند سگانه. حالا گفتیم چی؟ پیوند دوگانه یا سگانه کجا باشه؟ بین کربن ها. اگر یه دونه کربن باشه با چی میخواد پیوند برقرار کنه؟ ما داریم میگیم بین اتم های کربن پیوند دوگانه. حالا اگه یه دونه کربن باشه که نمیتونه پیوند دوگانه با کربن دیگه برقرار کنه، دلیلش اینه. خب چرا میکروفون نداری حسام؟ میدونم، من دیدم چت تو ولی فایده نداشت، کسی که گفت مثبت گرفت. چرا نداری؟ بله ایلیا بگو. الو آقا سلام. درود سلام میاد. بگو آقا. ببخشید حسام میکروفون نداری، زنگ زد که یه سوال ازت تایپ کرد دیگه. چرا وقت کلاس میگیری آخه؟ الان با چی داری استفاده میکنی حسام؟ با کامپیوتر داری میای؟ آها خیلی کار خوبی هم میکنی، از این به بعد به چت تو هم نگاه میکنم، نگران نباش، نمیخوا بخری. خب
پس گفتیم n مساوی 1 نداره، یعنی کوچکترین آلکن یک کربن، دو کربونه است. اگه اوکتان نباشه اصلا دیگه بنزین نیست، میشه نفت، میشه نفت سفید، اصلا ماشین روشن نمیشه. کوچکترین آلکن دو کربونه است، C2H2N. بگید هاش چهار. تعداد کربن ات به علاوه لفظ ان اتن، فرمول ساختاری لوئیسش، سی یه هاش این و یه هاش اینجا یا پایین، اینم یه هاش، اینم یه هاش. نام قدیمی اتن اتیلن بوده، اتیلن. پس اتن و اتیلن یکیان، حواستون باشه. توی درسای بعدی با اتن یا اتیلن کار داریم. عضو بعدی تعداد کربن 3 این شکلی میشه، 1 2 3. یه دونه دوگانه، نه همش دوگانه ها، یه دونه دوگانه، یه دونه دوگانه. حق نداری اینو دوگانه کنی. توی زنجیرت 100 تا کربنم بود، یه دوگانه. هیدروژناش هم بذارم، اینجا 3 تا میخواد ظرفیت 4 پر بشه. 1 2 3 4. اینجا چند تا میخواد برای این کربن؟ چند تا هیدروژن بذارم؟ 1. آفرین، یه دونه هیدروژن. برای این چند تا بذارم؟ برای این یکی کربن. بنالید، 2 تا عقب مانده ها. آره، مگر نباید 4 تا پیوند به کربن وصل باشه؟ مگه نمیگم ظرفیت کربن 4ه؟ 4 تا پیوند باید بهش وصل باشه. او 2 تا، این 2 تا اینجا، اونم 1، اینم 1. این میشه پروپن. پروپن. تمرین 2 یادداشت کنید. نام، فرمول شیمیایی، و ساختار لوئیس، یعنی همون ساختار گسترده، مدل خطی، از n مساوی با 2 تا n مساوی با 10 برای آلکن ها در یک برگه، بازم یه برگه رسم میشه، بالا نام، نام خانوادگی، شماره لیست، اسم مدرسه، عکس فرستاده میشه. تا کی؟ فردا شب. این تمرین 2. و تو فرصت باقی مانده آخرین عضو خانواده رم بگم، آلکین ها. آلکین ها بچه ها گفتیم باید پیوند چی داشته باشن؟ سگانه داشته باشن. عزیزان خوب دقت کنید، اولا فرمول عمومیشون میشه CN هاش 2N منهای 2، فرمول عمومی آلکین ها. بازم آلکین ها چون باید پیوند سگانه یا دوگانه، چند تا دوگانه بین کربن ها باشه، آلکینی با یک کربن بازم نداریم مثل قبلیه.
پس کوچکترین عضو آلکین ها کوچکترینشون ای چه قگیجه ای خدا، کوچکترینشون دو تا کربن داره، یعنی این یک کربن اینم یک کربن، پیوند سگانه. حالا هر کربن از چهار تا ظرفیت یه دونه خالی داره، یه هیدروژن یه هیدروژن. نامگذاری بهش به این میگیم اتین، یعنی تعداد کربن به علاوه لفظ یونون ین. دو تا کربن داره میشه ات، یونون اضافه میکنی. نام قدیمیش استیلن بوده، این نام گذشتشه، استیلن یا اتین.